مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با انتشار گزارش هایی می گویند سومالی همچنان اوضاع بحرانی را در چندین جبهه مختلف تجربه خواهد کرد و این بحران ها همچنان ادامه دارند. همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. وبسایت مرکز عرب از مراکز تحقیقاتی و پژوهشی درباره جهان عرب با انتشار گزارشی نوشت سومالی که در بهار سال گذشته تلاش های جدیدی برای ایجاد دوباره مکانیسم های لازم برای حکومت و کنترل دولتی را آغاز کرده بود بعد از انتخاب اعضای دو مجلس مهم خود در پارلمان توسط رؤسای پنج ایالت بزرگ این کشور فدرال و رهبران با نفوذترین قبایل کشور حالا به دنبال عبور از شرایط بالقوه دشواری است که پیش روی دولت قرار دارد این کشور که در حال حاضر چالش هایی همچون قحطی قریب الوقوع، موانعی موجود در مسیر رفاه اقتصادی و اجتماعی و دیدات امنیتی سنی های تندروی از شباب وابسته به شبکه تروریستی القاعده را روبروی خود میبیند برای عبور از چنین چالش هایی نیازمند تلاش های محلی، منطقه‌ای و بین است. تا بتواند یک بار دیگر فرصتی برای تحکیم نهادهای دولتی جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصادی فراهم کردن استانداردهای زندگی مناسب و مشارکت در تلاشها برای تضمین ثبات در منطقه استراتژیک شاخ آفریقا را داشته باشد خشکسالی سومالی که در حال حاضر این کشور را به قهدی تهدید می کند بدترین خشکسالی سومالی در چهل سال گذشته است. در نوامبر 2022 دفتر سازمان ملل متحد اعلام کرد که 7 میلیون و 800 هزار نفر سومالیایی تحت تاثیر خشکسالی قرار گرفتند که 6 میلیون و 700 هزار نفر از آن میان تا پایان سال 2022 با ناامنی قضایی هاد روبرو خواهند بود. در این کشور بیش از پنج میلیون کودک نیازمند کمک های بشر دوستانه هستند که یک و نیم میلیون نفر در این میان زیر پنج سال سن دارند. یعنی چهل و پنج درصد از کل جمعیت کودکان در کشور و به شدت توسط سوء تغذیه تهدید می شوند. از سوی دیگر سنی های تندروی اش به رقم حملات اش اما همچنان یک تهدید جدی برای دولت مرکزی و نهادهای دولتی سومالی است. چالشی که دولت سومالی به واسطه تلاش مستمر برای مقابله با تهدیدهای آن که خواهان کنترل بخش های مختلف کشور است بزرگترین فشار را احساس می کند. در این راستا رئیس جمهور سومالی قول داده به زودی از شباب را ریشهکن خواهد کرد اما این کار چالش بزرگی خواهد بود و تا کنون همچنین بوده است استقرار 20 هزار سرباز اتحادیه اروپا که برای کمک به نیروهای ویژه سومالی در آن منطقه هستند اگرچه از شباب را از برخی مراکز غیر نظامی دور کرده اما چالش های این گروه تروریستی هنوز بیشمارند و دولت برای شکست آنها کار دشواری پیش روی خواهد داشت. مرکز عرب در پایان گزارش خود نوشت کمک های اقتصادی و نظامی آمریکا به سومالی برای غلبه بر چالش از شباب به تنهایی کافی نخواهد بود. تعهدات امنیتی اتحادیه آفریقا نیز چنین است. در این بین تهدیدات سگانه فاجعه اقتصادی ناشی از سالها خوش سالی و قهدی بیصوباتی ناشی از اختلافات نخبگان و البته فعالیت نظامی از شباب روزهای طوفانی برای دولت سومالی نوید میدهند. فاطمه سادات موسوی اخبار شیعه